دلاور یکی از مشاوران پیشین مجلس سنا به اتهام نگهداری حراس افغانان و زمین سازی حمله های دهشت افغانانه در یک عملیات ویژه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وزارت داخله میگوید که این فرد خودش را مشاور فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا معرفی کرده است. هغه ترسانو ته او ترسی شبکو ته له پاکستان څخه منفجرات توکي او نقد پیسې را انتقالولې، همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول، چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو. وزارت امور داخله در یک خبرنامه میگوید که سال پار نیز دلاور با بکارگیری همین موتر یک انفجار را در برابر نیروهای امنیتی سازماندهی کرده بود. در جواز کارتش هم نوشته بود که فقط میتونه که از پارک مشران جرگه ای استفاده کنه، نه اینکه از وزارتخانه و از ادارات دولتی، ولی ای سوی استفاده شده، ای سوی استفاده را کرده. ما امیدوار هستم که تحقیقات جدی در باره صورت بگیره. عکس هایی که از گرفتاری این فرد هماهنگی شده نشان می دهد که دلاور نم بر پلت های جعلی، جنگ افزارهای غیر قانونی، موترهای زیرهی و چندین شناخت کارت پاکستانی با خود داشته است. مقصر اصلی در این ارتباط مجلس سنا نیست، بلکه مقصر اصلی امو کسی است که امو اداره است که جواز کارت اصلی را بر از او داده و گذشته از او اگر این مشاور بوده، مشاور بالمقصد دوره 16 بوده، با دوره کاری از او در برج هود ختم شده. تلاش کردیم دیدگاه فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا را نیز در این مورد با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم. بیشتر از برخی مقام های حکومتی گفته بودند که برخی از حمله کنندگان انتحاری در موترهای زیرهی و شیشه سیاه منتقل می شوند.